سرایت پذیری بالا نگرانی ها درباره خطرات جدید همه‌گیری را افزایش داده است. با این حال کارشناسان حوزه سلامت میگویند دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، یک گونه ترکیبی از دو زیرسویه اومیکرون یعنی BA1 و BA2 که نخستین بار در اواسط ژانویه در بریتانیا شناسایی شد و به عنوان XE شناخته می شود، ممکن است مصری ترین سویه شناخته شده کرونا تا کنون باشد. اما برای تایید نهایی این یافته به مطالعات بیشتری نیاز است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد قدرت سرایت این گونه 10% بیشتر از زیرسویه BA2 است. BA2 یکی از زیرسویه‌های اومیکرون است و قدرت بیشتر سرایت پذیری آن نسبت به سویه اصلی اومیکرون از ویژگی‌های اصلی آن محسوب می‌شود. سویه XE تاکنون بیش از 600 نفر را در بریتانیا مبتلا کرده است. این سویه در آمریکا نیز شناسایی شده، اما مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده اعلام کرده XE در حال حاضر توسط اپیدمیولوژیست های آمریکا زیر نظر قرار ندارد و سویه‌ای قابل توجه یا نگران کننده محسوب نمی شود. در حال حاضر چین با بدترین دوره شیوع کرونا بعد از گسترش بیماری در ووهان دست و پنجه نرم می کند. طبق اعلام مقامات این کشور، دو زیرسویه جدید از اومیکرون در حال گردش در این کشورند. زیرسویه هایی که در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده و به نوعی نوظهور محسوب می شوند. افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در شهر شانگهای چین باعث شد دولت این کشور پزشکان نظامی و هزاران نفر از کارکنان بخش بهداشتی را به شهر شانگهای بفرستد تا از تمامی جمعیت 26 میلیون نفری این شهر آزمایش کرونا بگیرند. این شهر فعلا در قرنطینه کامل است. روز یک شنبه در مجموع 13287 مورد جدید ابتلای روزانه به کرونا در چین گزارش شد. این رقم بالاترین میزان مبتلایان روزانه چین از فوریه سال 2020 محسوب می شود. آماری که سیاست کووید صفر چین را با چالش روبرو کرده است.